برامون بیشتر توضیح بدی از نشست پارلمان نیوزیلند و حمایت نمایندگان. میشه پارلمان نیوزیلند بعد از ظهر پنجشنبه دیروز 7 دسامبر 16 آذر ماه طرحی رو که آقای وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند از دولت ائتلافی ملی‌گرا درباره مناقشه میان اسرائیل و حماس ارائه کرده بود و مورد بحث قرار داد، طرحی که از همه طرفای درگیر در این مناقشه میان اسرائیل و حماس از جمله کشورهای دارای نفوذ در منطقه خواسته بود که گام‌های فوری رو برای آتش بس در غزه بردارن که بعد از بحث‌های طولانی و با یک اصلاحیه به اتفاق آرا به تصویب رسید. در این طرح پارلمان نیوزیلند نگرانی شدید خودش رو پیرامون خشونت‌های جاری در اسرائیل و غزه اعلام کرد، به صراحت حمله تروریستی 7 اکتبر به حماس به اسرائیل رو محکوم و خواستار آزادی همه گروگان‌ها شد. این تن حق اسرائیل رو برای دفاع از خودش، اقدام و عمل بر اساس قوانین بین‌المللی و حفاظت از همه غیر نظامیان در برابر درگیری‌های مسلحانه به رسمیت شناخت. به علاوه اینکه نمایندگان پارلمان نیوزیلند در این طرح تاکید کردند که راه حل پایدار برای این مناقشه تنها از راه‌های صلح‌آمیز به دست میاد و اقدام برای احیای روند صلح در خاورمیانه امری حیاتی است. اصلاحیه این تن هم که از سوی آقای فیل توای فورد نماینده حزب کارگر مطرح شده بود این بود که این بخش اضافه بشه، یعنی درخواست برای ایجاد کشور آزاد و مستقل فلسطینی به عنوان بخشی از راه حل دو کشوری در جریان روند صلح. با این حال نمایندگان حزب کارگر سبزها و حزب ماوری از دولت حاکم نیوزیلند خواستند که لحن قوی‌تری رو داشته باشه در ارتباط با درخواست برای آتش بس پایدار و فوری. بحث‌های چالشی هم مطرح شد از سوی نمایندگان احزاب مختلف، از جمله آقای دیمین اوکونر نماینده حزب کارگر گفت که وضعیت غزه در غزه کاملا وحشتناک هستش و اون رو نسل‌کشی اون باید کرد. خانم گلریز قهرمان نماینده ایرانی تبار پارلمان نیوزیلند از حزب سبزها، آنطور که نیوزیلند هرالد نوشته، در زمان پرسش و پاسخ در پارلمان اسرائیل رو به جنایت جنگی از جمله نسل‌کشی متهم کرد که بعد آقای وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند در پاسخ گفت که این ادعا ثابت نشده و باید توسط دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی بشه. پیشتر آقای وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند با همتای اسرائیلی خودش آقای الی کوهن صحبت کرده بودند در مورد آتش بس طولانی مدت، گروگان‌های باقی مانده، حمله 7 اکتبر به حماس به اسرائیل و حق اسرائیل برای دفاع از خودش. روز دوشنبه هم وزیر امور خارجه نیوزیلند در اطلاعی که بیانیه‌ای که اعلام کرد نوشت که 5 نفر داره اقامت دائم نیوزیلند از طریق گذرگاه رفح به مصر از غزه فرار کردند. در ماه گذشته هم 11 شهروند نیوزیلند و 3 نفر که دارای اقامت دائم نیوزیلند بودند از غزه خارج شده بودند. ممنونم از تو و توضیحات. همکارم عرضا محبی از شهر ملبون در استرالیا ما را همراهی کردیم.